امروز میخوایم بزرگترین پروژه NFT از نظر من و از نظر بسیاری از صاحب نظران رو بهتون معرفی بکنیم پروژه افینیتی یکی از پارچین های پولگادات که برنده شد و قرار انقلاب به پا بکنه با من هم را باشید سلام دوستان خوش اومدید به کانال خودتون کانال پرژن کریپتو من محمدم و امروز قراره که در مورد افینیتی صحبت بکنیم قبل از اون کانال تلگرام من رو لطفا فالو بکنید به خاطر اینکه خبرهای مهمی که قراره بذارم و در حد ویدیو ساختن نیستن رو توی کانال تلگرامم اعلام میکنم خب ببینید افینیتی چی هستش یک بستری هستش برای انفتی و خیلی جالبه هم روی پولکادات هست هم روی اتریوم هستش اصلش برای پولکاداته و قرار بیریجی باشه برای همه انفتی ها آقا من اگه یک انفتی دارم روی اتریوم یک انفتی رو روی پولکادات ما میتونیم اینها رو با افینیتی به هم انتقال بدیم یا بین پارچین های پولکادات میتونه انتقال بده یک کراس چین انفتیه خب خیلی مشکلات داریم دیگه برای مثال من یک NFT دارم در آینده قرار این کانسپت ها بیاد که توی متاورس سین سیتی مثلا بازی بکنم اما NFT من روی سند باکس هستش اصلا من برد ایپ دارم م... کلاب میمون های خسته یه دونه دارم که اتریوم و میخوام روی سین باش بازی بکنم خب این رو من از طریق بریج انتقال میدم به اونجا یا اینکه اصلا من میخوام توی نمایشگاه اونجا بفروشم و اینها نیاز داشت به پل و افینیتی اومد این کار رو انجام داد بنابراین خیلی مهمه پس یک جوره میشه گفت کراس چین همه NFT ها هستش یعنی همه NFT ها انتقال بده اینا از چه تیمی اومدن از تیم انجین انجین خودش خیلی قوله انجین پروژه NFT هستش که توی ژاپن قبول شد و اهمیتش چیه اینه که ژاپن مهد گیمه و NFT عمده مصرف مالیش توی گیمه میدونید که حوزه گیم حوزه بسیار پولداری هستش 100 میلیارد دلار تراکنش سالانش هست بنابراین باید بهش توجه کرد و این از انجین اومده بنابراین خیلی پروژه قویه خود انجین اعلام نکرده ولی توی مصاحبهش گفت که چهار سال داشتیم روش کار میکردیم رو روی همین افینیتی ببینید چقدر پروژه قویه. حالا چی کارا میکنه من اینا رو نوشتم دیگه با اجازهتون میخونم ببینید مقیاس پذیر رو رفت میکنه سرعت داره امنیت و حریم خصوصیتون حفظ میشه 700 تا 1000 تا تراکنش تو ثانیه رو انجام میده ببینید اتریوم حدود 15 تا سه اشتباه نکنه براتون بگم خو، کلا خب این رقم بالایی هستش کار نشه بشی سولانا هزار تاست یا مثلا اون انقدر این فقط میخواه NFT جا, جا کنه بخاطر همین 700 تا هزار یک رقم قابل قبول قابل, 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 قابل توجهیه بعد کارمزش طبق گفتهشون در حد صفر هستش دقیقا بدون کارمز هستش و شما میتونید بین ERC 1155 ERC 20 ERC 721 یک کراس بزنید و تمام اینها رو به هم انتقال بدید یک نکته ای که داره خودش توکن گاورننس هستش یعنی میتونید توی رای ها شرکت بکنید و از طرفی به سازندگان کریتر های NFT تریدر NFT و کالکتور های NFT میاد ریوارد EFI میده EFI اسم توکن بومیش هست پس ببینید چقدر سیستم سیستم ریواردینگ و کامیونیتی محوری هستش و اینکه پیشنهاد قیمت هم اگه بذارید ببینید شما یک مارکت پلیس دیگه اصلا خودش یه نوع مارکت پلیس هم میشه وقتی یک نفتی میاد توش شما میتونید پیشنهاد قیمت بذارید شما شنیدید وقتی یک کالا رو میگن وقتی میخوایم بدید قیمت واقعی چقدره ولش بدید تو بازار بازار قیمت رو تعیین میکنه به خاطر همین خیلی از اقتصاددانان مخالف دولت هستن که آقا قیمت دستوری نذار قیمت باید واقعی باشه اگه قیمت دستوری بذاری کوتاه مدت خوبه بلند مدت اقتصادتو ویران میکنه چون باید سوبسید بدی اینو کنترل کنی نمیتونی قیمت واقعی روش بذاری دیگه بخاطر هر کالا باید قیمت واقعی شده داشته باشه به این میگن پرایس دیسکاوری و توی افینیتی هم این, اتفاق میفته یعنی یک نفتی انقدر مردم میان قیمت میدن میگن ما اینو میخریم اینو میخریم یعنی مردم میان انقدر میارزه و این خودش پرایس دیسکاوری میشه میگه به اینا هم که دارن میان پیشنهاد میذارن من جایزه میدم خب و یک قابلیت دیگه که خیلی خوبه قابلیت کرافتینگه ببینید کرافت نمیدونم ماینکرافت رو بازی کردید یا یعنی. نه مثلا شما سنگ و آهن و اینا رو بر میدارید اینها رو کرافت میکنید و بهتون مثلا یک ذره میده یک شمشیر میده یک شمشیر خاص میده این جالبش اینه که میتونید قابلیت تعریف رو کنید NFT های مختلف رو با هم میکس بکنید و کرافت بکنید خیلی قابلیت خفنیه این رو داره افینیتی میاره ببین چقدر تکنولوژیش قویه و حالا یک نکته دیگه بگم در مورد خریدش میتونید برید تو کوین مارکت کپ ای, ای رو سرچ بکنید چون این دیگه ویدیو ضبط نکردم دیگه این چیز مهمی نیست کوین مارکت کپ بزنید EFI رو سرچ بکنید نوشته افینیتی توکن و مارکت هاش رو ببینید کجا میتونید خریداری بکنید به نظر من پروژه بسیار مطرحیه توی ریزش ها توی چارت حواستون بهش باشه پروژه بسیار با عرضشیه. خب دمتون گرم که با ما بودید سابسکرایب یادتون نره اگه سوالی داشتید تو کامنت ها بپرسید در خدمتتون هستیم دم شما گرم فعلا خدا نگهدار